در این دوره تاریخ ما در این لحظه از زمان خدا به دنبال زائران حقیقی در این دنیای پر از زرق و برق بیهوده می‌گرده. جدا از سنتون چه جوان باشید یا پیر و جدا از موقعیت و جایگاهتون تو زندگی من ایمان دارم که خداوند به دنبال زائران میگرده و اون دقیقا چیزیه که خدا میخواد در این سری پیغام ها به اسم شمردن ستاره ها وقتی هیچی نمیتونید ببینید یاد بگیرید یه کتاب مسیحی کلاسیک هست در واقع کتاب کودکانه و به زبونهای زیادی ترجمه شده من میدونم تو سن دوازده سالگی اونو خوندم اسمش پیشرفت زائره و نویسندش جان بانیان به خاطر اینکه بدون مجوز موعظه میکرد تو انگلیس به زندان افتاد تو زندان این کتاب رو نوشت به عنوان یک زائر مسیحی که در طول زندگی پیشرفت میکنه و به سوی آسمان مقصد نهاییش به پیش میره در طول سفرش درست مثل ما به عنوان زائران مسیحی با همه نوع چالش وسوسه و سختی روبرو میشه و بله خدا رو شکر که مکانهای استراحت هم هست در یک مکان زائر خودش رو در جایی به نام زرق و برق بیهوده میبینه بله اسم اون مجله رو خودشون نساختن از جانبانیان دزدیدنش ولی کتاب به وضوح سه تمایز رو درباره زائرها مشخص میکنه اولین تمایز لباس‌هاشونه. لباس‌هاشون با کسایی که تو زرق و برق بیهوده زندگی میکنن فرق داره به عنوان افراد عجیب و غریب بهشون نگاه میکردن به خاطر لباسهایی که پوشیده بودن به زودی براتون توضیحش میدم دوم که افراد خیلی کمی بودند که زبانی رو که زایرها به اون زبان صحبت میکردن رو بفهمند چون اونها به زبان کنانی صحبت میکردن در حالی که بقیه به زبان محلی صحبت میکردن و سوم که اونها تفاوت ارزشی داشتند مردم براشون سخت بود ارزش های اونها رو بفهمند و درک کنند چون با ارزش های زرق و برق بیهوده خیلی فرق داشتند. و مردم زرق و برق بیهوده نمیتونستن ارزش های اونها رو بفهمند چرا اونها دیدگاه رو در میون نمیذاشتن چرا باید چیزی اینقدر ویژه و متفاوت میداشتن چرا نمیتونستن با دیگران همراه بشن تا پذیرفته بشن لباس حداقل در ذهن نویسنده اون ردای عدالت ایسای مسیحه که ایسا بر ایمانداران قرار میده این چیزیه که شخص ناعادل رو عصبانی میکنه و زبانی که صحبت میکنن زبان خداست چیزی که مربوط به خدا میشه و برای خدا عزیز و نزدیک به قلب خداست به جای دیدگاه این دنیایی و سوم اینکه ارزش ها متفاوتن چون واژه اقوا جذابیتش رو برای اونها از دست داده همین اینها برای اینه که ظاهرهای مسیحی قرن 21 این طور باشد زائر یعنی چی فکر می کنم این موضوع مهمیه چون کتاب مقدس به ابراهیم به عنوان زائر اشاره میکنه پس باید این سوال رو بپرسید که زائر کیه کسی که فقط خونش رو ترک میکنه و بدون هدف سرگردانی نیست اون بی مقصده، بلکه یعنی کسی که خونش رو ترک میکنه و به سوی خونه دیگه‌ای به پیش میره یه ظاهر رویایی برای محقق کردن داره یه ظاهر هدفی برای رسیدن بهش تو ذهنش داره یه ظاهر مقصدی برای نشانه گرفتن و رسیدن داره یه ظاهر عزم کرده که صرف نظر از سختی‌ها رنج و درد به مقصدش برسه و به خاطر این رویا هدف و تصمیمش اون هر چیز دیگه ای رو در زندگی با دست های باز نگه می داره. در این دوره تاریخ ما در این لحظه از زمان خدا به دنبال زائران حقیقی در این دنیای پر از زرق و برق بیهوده می گرده. جدا از سنتون چه جوان باشید یا پیر و جدا از موقعیت و جایگاهتون تو زندگی من ایمان دارم که خداوند به دنبال زائران میگرده و این دقیقا چیزیه که خدا میخواد از زندگی این مرد زائر ابراهیم یاد بگیریم این دقیقا چیزیه که خدا میخواد در این سری پیغام ها که من اسمشو شمردن ستاره ها وقتی هیچی نمیتونید ببینید میذارم یاد بگیریم لطفاً با من به پیدایش دوازده آیه پنج نگاه کنید ما به چهار آیه اول نگاه کردیم به وعده خدا به عهد خدا و حالا به آیه پنج نگاه میکنیم میگه وقتی ابراهیم حران رو ترک کرد ثروت خیلی زیادی اندوخته بود ببینید کتاب مقدس کلمات رو هدر نمیده بذارید مطمئن نتون کنم حتی یک کلمه هم هدر نرفته ببینید در این زمان ابراهیم 75 سال سن داشت و این میان سالگی محسوب میشد چون 175 سال زندگی کرد برای ابراهیم اون ثروتی که در هران اندوخته بود مانع از این نشد که شاگرد اسید ایسای مسیح باشه من این افتخار رو در 45 سال خدمتم داشتم که افراد رو ببینم و بشناسم که از خدا برکت یافتن اما هیچ وقت از اون برکت بوتی نساختن بلکه به عنوان یک خادم و غلام ازش برای خدمت به خدا استفاده کردن میخوام این نقشه رو روی صفحه نمایش بدم تا متوجه بشید چه اتفاقی افتاد با اینکه فقط یه آیه هست آیه 5 که میگه او از هران رفت اما اون اینجا بود که خدا اونو فرا خوند و گفت باید سرزمینت اور کلدانیان رو ترک کنی تا به کنعان بری دفعه بعد که ابراهیم رو اینجا در کتاب مقدس میبینید تو راه کنعان نیست بلکه این بالا در شهر حرانه ازتون میخوام به کتاب اعمال برید در عهد جدید باب هفت چون میخوام چیز خیلی مهمی در ارتباط با این مقصد حران بهتون نشون بدم استیفان اولین شهید مسیحی که سنگسار شد و از دنیا رفت قبل از اینکه سنگسارش کنن در مقابل سنهدرین ایستاد ایسا در مقابل سنهدرین ایستاد پولس در مقابل سنهدرین ایستاد پتروس و یوحنا در مقابل سنهدرین ایستادند این شورای عالی دادگاه عالی یهودیان بود استیفان تصمیم گرفت سخنرانی کنه اینکه اون رهبران مذهبی رو در طول تاریخ قومشون عبور بده اما به طور خاص به دست خدا اشاره کنه که علا رقم اونها در کاره و این چیزیه که اونها به عنوان توهین تلقی کردند. این شماس جوون کیه که به ضد تاریخ ما صحبت میکنه ما تاریخ رو میدونیم ولی استیفان این کار رو عمدن انجام میده پس اون در کتاب اعمال باب هفت آیه سه گفت در ابتدا خدا ابراهیم رو فرا خوند. بهش فرمود از وطن خود و خیشانت بیرون شده خدا فرمود به زمینی که تو را نشان دهم برو آیه چهار پس از دیار کلدانیان روانه شده در هران درنگ نمود این تقریبا 6 سال طول کشید به من گوش کنی هران همون سرزمین زرق و برق بیهوده است جایی که وسوسه های اقوا کردن و فریب اتفاق افتاد به ادامه آیه نگاه کنید به این دوباره بر می گردم و بعد از وفات پدرش این گفته بزرگ میشه بهتون گفتم کتاب مقدس کلمات رو هدر نمیده و بعد از وفات پدرش خدا او را کوچ داد به سوی این زمین که شما الان در آن ساکن می باشید تو اورشلیم در مقابل سنهدرین ایستاد و صحبت میکنه میخوام یه نقطه نظر خاورمیانه ای درباره این بهتون بدم آیا به من گوش میدین؟ چیزی که میخوام بگم تو کتاب مقدس نیست نمیخوام کسی بره خونه دنبالش بگرده سعی کنه اینو پیدا کنه و بگه یه صبر سب کن نمیتونم اینو تو کتاب مقدس پیدا کنم این تو کتاب مقدس نیست این چیزی که یوسف داره میگه بعد از اینکه خدا به ابراهیم گفت من میخوام زندگی قبلیت رو رها کنی از اور کلدانیان بیرون بری و به زمینی که بهت نشون میدم بری ابراهیم به عنوان یه مرد خوب خاورمیانه ای گوشه خیمه پدرش تاره رو کنار زد و گفت پدر در واقع بیشتر چیزی مثل این گفت ابا من دارم ترکت میکنم میخوام جایی برم که دقیقا نمیدونم کجاست اما خدا به اونجا گفت کنعان و به هم نشون میده که کجا برم من این شهر رو ترک میکنم و از گذشتم دور میشم و به زمین جدیدی میرم درست همونطور که بهتون گفتم این زندگی هر ایمانداری در ایسای مسیحه خدا ما رو از زندگی گناه که توش متولد شدیم فرا میخونه ما رو از زندگی کهنه قبل از مسیح به زندگی با مسیح فرا می‌خونه ابا نمیدونم این سرزمین کجاست ولی دارم میرم تاره وقتی این خبر رو میشنوه جا میخوره و میترسه چی؟ میخوای پدر پیر و بیچارت رو اینجا ترک کنی؟ تو مرد پیری رو که باهات خوب بوده ول میکنی؟ کی تو سنین پیریم ازم مراقبت کنه؟ برادر تاران اونقدر بیفکره که حتی نمیتونه مراقب پسر خودش لوت باشه و تو کجا میری؟ این چیه که خدا بهت میگه؟ ستاره ها رو بشماری؟ تو که اصلا بچه ای نداری؟ میخواد باعث خجالتش بشه تو بدون من هیچ جا به سرعت نمیری پدر مادرها به عنوان یکی از شما میخوام چیزی بهتون بگم بذارید چیزی بگم یه چیز ساده وابستگی رو قطع کنید آمین آمین مالکیت بر زندگی فرزندان بالغتون براشون خیلی سالم نیست قطعا هرگز نباید از محبت کردن بهشون دست بردارید هرگز نباید از خدمت کردن بهشون دست بردارید هرگز نباید از کمک کردن بهشون دست بردارید و قطعا هرگز هرگز نباید از دعا کردن براشون دست بردارید اما اونها توسط خدا خونده شدن که جدا بشن و بپیوندن آمین مال اینجاست ببینید دلیلی که خدا دوست آیندهش ابراهیم رو فرا خوند که زندگی کهنه و او رو ترک کنه و از خونه بیرون بره اینه که میخواد اونو از بتپرستی بیرون بکشه میخواد از اون محیط بیرون بیاردش میخواد از همنشینی بد بیرون ببردش میخواد از زندگی کهنه بیرون بیاردش و اونو وارد زندگی تازه کنه حالا با فرزندان ایمانداری حرف دارم که والدین بی ایمان دارن شما باید همیشه والدینتون رو محبت کنید بهشون احترام بذارید باید همیشه اونها رو حرمت بذارید و بالاتر از همه هیچ وقت هیچ وقت نباید دست از دعا کردن برای والدینتون بردارید اگر ایماندار نیستن اگر ایماندار هستن بهشون احترام بذارید اما همیشه اون کاری رو که خدا شما رو خونده انجام بدید به جا بیارید پس ابراهیم از سر کار برمیگرده و میبینه پدرش همه وسایلش رو جمع کرده پدر چی کار میکنی کجا میری البته که با تو میرم تو که بدون من نمیری فکر کردی میذارم منو اینجا تنها بذاری منم با تو میام حالا میخوام چیزی اینجا تو این آیات نشونتون بدم برید به باب بالاتر باب یازده پیدایش یازده چند آیه بالاتر آیه سی و یک قبل از اینکه آیه رو بخونم یه یادآوری میکنم یادآوری خدا کیو خوند ابراهیم خوبه حالا میتونید به آیه سی و یک نگاه کنید پس تاره پسر خود ابرام را برداشت یه لحظه سب کن خدا ابراهیم رو خوند نتاره ولی بدون اون نمیره پس پسرش ابراهیم رو بر میداره ببینید اگه نتونید این شوخی رو در این ببینید حس شوخ این ندارید بهتون میگم این ممکنه از پیش زمینه سامی بودن من باشه خدا ابراهیم رو فرا خوند اما پدر میگه او ابراهیم را برداشت و نوش لوط پسر برادر ابراهیم و سارا همسر ابراهیم رو برداشت و میگه با ایشان از اور کلدانیان بیرون شدند تا به عرض کنان بروند اینو از دست ندید اینو از دست ندید اما وقتی به هران رسیدند در آنجا توقف کردند چرا هران وقتی خدا فرمود که مقصد زائر کنانه. چرا هران؟ خوشحالم که پرسیدید چون واقعا مشتاق بودم بهتون بگم واقعا لحظه شماری میکردم که بهتون بگم هران شهریه که معبد بزرگ خدای ماه اونجاست و تاره بطپرست معبد ماه رو در هران دید و فکر کرد مرده رفته آسمان اون خدای ماه رو اونقدر دوست داشت که اسم یکی از سه پسرش رو هران نامید ببینید این مثل سه تا لاس وگاس کنار همه برای ماه پرست ها هران مثل مکه برای مرمون هاست یعنی این برای مسلمون ها یا شهر سولتیک بهترین مکان ها براشونه دوباره بذارید اینجا یه دیدگاه خاورمیانه ای بهتون بدم پدر ابراهیم به این مکانی که مثل لاس وگاس میرسه و میگه وای پسرم ابراهیم خوشحالم که با اومدم کن آنو فراموش کن بیا اینجا بمونیم و تو چند اجرای شبانه شرکت کنیم بیا یکم زندگی شبانه رو تجربه کنیم هران مکان تفریح برای بودپرست این عالیه اما پدر خدا فرمود کن آن او همه جا به یه اندازه خوبه اینجا بهتر از کنانه احتمالا کن آن حوصل سربره تفریح اینجاست ولی خدا بهم فرمود که اور کلدانیان رو ترک کنم و به کنعان برم ایمانداران مسیحی لطفا به من گوش کنید همه ما از جمله شبانتون همه ما سعی می در چیزی توقف کنیم که خیلی 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 از برنامه خدا برای ما کمتر و کوچیک‌تره من حداقل دو هران رو تو زندگی میدونم و تجربه کردم فکر میکنید چرا احساساتی میشم وقتی درباره فیض خدا صحبت میکنم چون خدا من از هرانهام بیرون کشید قبل از اینکه خیلی دیر بشه حالا همین دعا رو میکنم برای کسانی که اینجا هستن و کسانی که در اطراف دنیا دارن تماشا میکنن در این فکرم که چند نفر از ما تو زندگی مسیحیمون تو سفرمون با خدا به نقطه مشخصی رسیدیم که گفتیم دیگه بسه تا اینجا اومدم ولی دیگه نه من خیلی زیاد دادم ولی دیگه نه خیلی زیاد انجام دادم اما دیگه نه خیلی زیاد خدمت کردم ولی دیگه نه امروز در نام عیسی ازتون التماس میکنم تو این مدتی که میتونید از هران خارج بشید به خداوند بگید خداوندا من متاسفم که در هران توقف کردم و موندم بگید خداوندا متاسفم که دور شدم متاسفم که به هران رسیدم و اونجا موندم خداوندا میدونم که میخواستی منو به ارتفاعات عظیمتری از خدمت به تو و محبت به خودت ببری میدونم که میخواستی منو به ارتفاعات عظیمتری از قربانی کردم برای تو و جلال دادن نام تو ببری میدونم که میخواستی منو به ارتفاعات عظیمتری برای زندگی دعاییم ببری و من متاسفم من تو هران گیر افتادم من بی هیچ سایه شکی از روی کلام خدا میدونم که این دعاییه که خدا به خاطرش شادمانی میکنه و شما رو قدرت میبخشه که انجامش بدی خدا اینو دوست داره وقتی قوم شروع میکنه به حرکت از منطقه آسایششون خدا اینو دوست داره وقتی قوم شروع میکنن به اعتماد بیچون و چرا با تمام قلبشون به خدا خدا اینو دوست داره وقتی ما از تضمین مبارکمون حرکت می کنیم و کاری از این برای خدا انجام میدیم خدا اینو دوست داره وقتی که شروع می همه چیزتون رو در ملکوتش سرمایه گذاری می خدا اینو دوست داره وقتی شروع می زندگیتون رو از طرف خدا صرف زندگی های دیگران می و من با تمامی قلبم باور دارم اگر درسی هست که خدا میخواد بهمون یاد بده اینه شمردن ستاره وقتی چیزی نمیبینید شما رو به مسیر درست برمیگردونه برمیگردونه تا در رویاتون برای خدا احیا بشید خدا میخواد یاد بگیرید که در هران توقف نکنید تا وقتی که بیرون رفتن ممکنه بیرون برید بذارید ازتون بپرسم آیا تو هران گیر افتادید؟ هرانتون هر چی که ممکنه باشه و هران یکی با دیگری فرق داره آیا بیمیل هستید که قدم اول رو بردارید و همین حالا از هران خارج بشید آیا اجازه دادید که زندگیتون اونقدر با همه نوع چیزهای بی ارزش به هم ریخته باشه که نمیخواید رهاش کنید و بهش چسبیدید اینو به یاد داشته باشید چه بیداری شخصی یا گروهی فقط چون طالبش هستیم به سراغمون نمیاد بیداری چون فقط انتظارش رو میکشیم نمیاد بیداری زمانی میاد که فرد فرد ایمانداران از حرانشون بیرون برن و در بیت ایل مذبحی بسازند ساختن مذبح در اون زمان سمبلی از دوباره تازه ساختن رویای خدا برای زندگی تونه و این دقیقا کاریه که ابراهیم کرد وقتی از اونجا خارج شد با ساختن مذبحی در بیت ایل شروع کرد شروع کنید به شمردن ستاره ها حتی وقتی هیچی نمیبینید و رویاتون و رویای خدا که براتون داره رو تازه کنید دیوید ویلکرسون مرحوم از نیویورک چیزی میگفت که کاملا درسته گفت امروز افراد خیلی زیادی هستند که تجربیات احساسی دارند و اون رو بیداری مینامند بیداری نمیاد مگر اینکه حقیقتا مردم از گناه فرار کنند در بیت ایل مذبحی برای خدا بنا کنید ابراهیم اینو به شکل سختی یاد گرفت که بیداری شخصی در اطاعت نیمه وقت پیدا نمیشه بیداری شخصی نمیاد وقتی که اطاعت جزئی وجود داره رمز در مقصد نیست رمز در سفره رمز در مکان نیست مکان اطاعته وقتی جایی میریم که خدا ما رو فرا میخونه به اونجا بریم مکان قدوسیت او بله بله این واژه رو زیاد نشنیدید قدوسیت میدونم که تحمل رو شنیدید اما قدوسیت در حالی که کتاب مقدس میفرماید بدون قدوسیت هیچکس کس نمیتونه خدا رو ببینه مکان قدوسیت با آزمودن شخصی دقیق و کامل شروع میشه نه اینکه انگشت سمت یکی دیگه بگیرم بلکه انگشت به سمت خودم بگیرم خودمون رو امتحان کنیم تا همه چیزهایی رو که درونمون هست و خداوند رو ناراحت میکنه بفهمیم و ازشون خلاص بشیم افراد زیادی هستن که دوست دارن دوم تواریخ باب هفت رو نقل قول کنن که اگر قوم من متواضع شوند و دعا کرده توبه کنند و طالب حضور من باشند به این دلیل ناراحت میشم که اول از همه این برای عهد جدید نیست این برای فرزندان خدای زنده در عهد جدید که با خون مسیح خریده شدن نیست این وعدهای به سرزمین اسرائیل این وعده ای برای کسانیه که در معبد پرستش می‌کنند و قربانی های حیوانی تقدیم می‌کنند. اما حتی فراتر از اینه اغلب افراد وقتی این دعا رو میکنن انگشتشون رو به سمت گناهان دیگران اشاره میکنن به جای اینکه از گناهان خودشون توبه کنن میگن این افراد آدمای بدی هستن بذاریم بهتون بگم قبلا از من شنیدید خدا به فرزندان خودش اهمیت میده نه فرزندان شیطان او حواسش به اونها هم میتونه باشه و خواهد بود در این باره اشتباه نکنید اما ما رو فردن خونده که توبه کنیم تا وقتی به عنوان یه فرد ایماندار با خدا صاف نشدیم در ناعتاعتی خودمون هستیم در کل شقی خودمون در اینکه میخوایم در جایی بمونیم که خودمون انتخاب میکنیم و آسایش و راحتی خودمون رو میخوایم و آسودگی های خودمون رو میخوایم و به فکر چیزهایی که دوست داریم یا نداریم هستیم تا وقتی که با خدا صاف نشدیم و این کارو نکردیم هنوز در هران هستیم با تمام چیزهای جلی و مسخرش و هیچ وقت بر فرهنگمون تأثیری نخواهیم گذاشت دعای من به خدا اینه که امروز روز تازگی برگشتمون از هران فردیمون به سوی کنان خدا باشه دوستان عزیزم از هرانتون خارج بشین هرانتون هر چی که ممکنه باشه از هران بیرون بیاید و شروع کنید به شمردن ستاره ها حتی وقتی چیزی نمیبینید چون شمردن ستاره ها شما رو در مسیر درست بیشتر ساکن میکنه و شما رو بر به مسیر درست حتی اگر دور افتادید خدا با آغوشی باز منتظره اعلام مشتاقانه حقیقتی که سازش نمی کنه. هدایت به سوی راه با دکتر مایکل یوسف